به همه شما بینندگان عزیز، با یک مسابقه نوروزی در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که بدون فوت وقت با شرکت کنندگان مسابقه امروز آشنا بشیم. تشکر میکنم از خانواده آقا جون اینا که زحمت کشیدن و به استودیو ما اومدن تا در یک رقابت خانوادگی جایزه ویژه عید نوروز رو به دست بیارن. خواهش میکنم تشویق بفرمایید. خیلی ممنون. خب دوستان، خیلی خوش آمدید. لطفا اول خودتون رو معرفی کنید. با سلام آقا جون آقا جون اینا. سلام، ایسیم باچه برادر آقا جون اینا. درست میگه. با سلام، خسرو هم فرزند آقا جون اینا. خب آقا جون، نمیخواین خسرو رو هم تایید کنید؟ زیاد به چشم آشنا نیست، یه جا دیدمش ولی نمیدونم کجا بوده. ناراحت نشو آقای مجری، آقا جون همین جوریه. تنها جایی که آقا جون مسئولیتمو قبول کرد صف نظری بود که گفت اینم پسرمه، قضاشو بدین به من. خب میخواستم قضا حیف و میل نشه آخه. شوخی کردم آقای مجری، این لیسانسه دست فروشم احتمالا فرزند منه. خیلی عالی، خیلی عالی. خب باشه، بعد از این معرفی شیرین میریم سراغ سوالات مسابقه. قانون مسابقه هم که آشنا هستید دیگه، من سوال رو میپرسم، هر کس که زودتر زنگ زد اون اول جواب میده. سوال اول، آن چیست که زمستان خونه رو گرم میکنه و تابستان روی درخته؟ بخاریه جان؟ بخاری روی درخت آخه؟ مال خودمه، دلم میخواد بذارمش بالای درخت. شما مشکلی داری؟ نه والا، ما کی باشیم که جلو شما مشکلی داشته باشیم؟ ولی جواب یه ذره منطقی تر بود، جواب هیزم بود. باشه، از این سوال کسی امتیاز نمیگیره. میریم سراغ سوال بعدی که یک سوال ورزشیه. قبلش بپرسم، تو شما کسی ورزشکاره؟ بله. رشته ورزشیتون چیه؟ سگدو. از صبح تا شب برای یه لقمه نان سگدو میزنیم. آها، از اون لحاظ. باشه، پس بریم سراغ سوال بعدی. سوال ورزشی نکنیم، بریم سراغ سوال ساده تر. دوستان بگید که کدام سد کشور بیشترین تولید برق را دارد؟ سد معبر. سد معبر تولید برق میکنه؟ والله خسرو بساط دستمال فروشی داره، وقتی مامورای سد معبر میذارن دنبالش مثل برق بساط را جمع میکنه. خب بله، شما میتونید بگید که سد معبر برق رو قطع میکنه، ولی نه اینکه تولید کنه. آخه چطوری؟ آقای مجری، منظورش اینه مامورای سد معبر که میان، من میپرم رو بساط که نبرن. اسی و خسرو هم طوری مامورا رو میزنن که برق از سفازشون میپره. شما نمیخوای به ما جایزه بدی؟ بگو ما تکلیفمون مشخص باشه. نه والا، شما یه جواب درست بدین به خود جایزتون سر جاشه. اینا، من یه بسته گز اصفهان به همراه 10 میلیون تومان درجا بهتون میدم. ولی کو جواب درست آخه؟ یه بار دیگه میپرسم، کدام سد کشور بیشترین تولید برق را دارد؟ یه راهنمایی میکنم، سد مورد نظر ما سد آبی است، در استان خوزستانه. سد کرخه؟ نه، سد کرخه تو خوزستان هست، سد بزرگی هم هست، ولی بیشترین تولید برق رو نداره. یه راهنمایی دیگه هم میکنم، سد مورد نظر ما دو حرف اولش کا هست، ادامش هم یکی از اعضای بدن مرغه. سد کابال؟ نه خیر. سد کاگردن؟ نه خیر. سد کاسنگدان؟ نه خیر. اصلا شما تا حالا ران مرغ خوردید؟ نه والا، مدت هاست که نخوردیم. آقا آخون داره این مملکت، شوخی که نیستیه. نهایتش ما یه بار من فقط بالگردن مرغه رو میبینیم، پایین تر از اونجا دیگه اصلا خبر نداری مرغ چی داره. جواب سد کارون، سد کارون 3 که بزرگترین نیروگاه برقابی کشوره. خب پس تا اینجا هم شما امتیازی نمیگیرین. پسر، اون موقع آکبند تو یکم کار بنداز، جایزه دستمون نپره. حداقل شب عیدی به جای نیمرو یه غذای درست و درمون بخوریم. خیال جمع باشه آقا جان. آی مرجی، هر سوالی که دلت بخواد بپرس. یه سوال ساده علمی میپرسم مشتریشی، نام بچه جوجه تیغی چیست؟ جوجه تیغی؟ نه خیر. توله جوجه تیغی؟ نه خیر. کره جوجه تیغی؟ نه خیر آقا جون. جوجه تیغاله؟ بابا نه خیر، دیگه شانستون از دست دادید. جواباتون همه اشتباه بود، جواب خوک بود. میریم سوال دیگه، بچه جوجه تیغی بهش خوک میگن. سوال بعدی، نام دیگر ماشین شخمزنی چیست؟ گاوه؟ گاو ماشین شخمزنی آخه؟ ولی این ماشین کار میکنه، من پدر بزرگم گاو داشت، دیدم میدونم چیه. شما مطمئنی که جایزه میخوای بدی آقای مجری؟
بله جایزه میخوایم بدیم، ولی آخه جواب ماشین شخصنی گاو نیست که. اگر گاو نیست حتما خره. با اسب و قاطر هم میشه، اما استهلاکش بالاست. ببین دوستان یه راهنمایی میکنم، اصلا حیوان نیست، ذهنتون از حیوان خارج کنید، یک کلمه هفت حرفیه. ابراهیم رئیسیه. ابراهیم رئیسی شخ میزنه؟ ندیدی اقتصاد مملکت چه شخی زده؟ دلار 60 تومانی تو کل تاریخ ایران سراغ داری؟ یعنی توی 45 سال مملکت دست همون گابی که پدر بزرگ آقا جون داشت میدادن الان دلار 60 تومن نمیشد. این که میگین درسته هست، ولی جواب سوال ما نیست، جواب سوال تراکتور بود. یه شانس دیگه بهتون میدم، جواب این سوالو بگین. باغ آلبالو اثر چه کسیه؟ عالیه خانم صابخونه ما 4 هکتار باغ داره. اون مال عالیه خانم نیست، مال پسر حاجی است آقا جان. باغ آلبالو نه مال عالی خانوم نه مال پسر حاجی، باغ آلبالو اثر هنری یک هنرمند بین‌المللی به اسم آنتوان چخوف. ای بابا آقای موجی، باغ آلبالو فقط مال آقای چخوف نیست که، خیلی ها باغ آلبالو دارن، ولی هستشم به ما نمیرسه توی این مملکت. ببین آقا جون یه شانس نهایی بهتون میدم به عنوان آخرین سوال، که خیلی هم سوال ساده ای هست. اون چیه که سالانه حدود 11,000 نفر ایرانی بر اثر کشیدن آن جان خود را از دست میدهند؟ درد بی پولی کشیدن؟ نه خیر. چه کشیدنه؟ نه خیر، یک راهنمایی میکنم، با حرف سین شروع میشه. صف سبد کالاه؟ نه خیر. صف سهام عدالت؟ با ساد نه، با سین. منو دیوونه کردین شما، اصلا جواب نهایی سیگاره، جواب سیگار بود. آقا صفدر یه چیزی میخوام به خودتون بگم. آقا جون شما توی این مسابقه شکست خوردید، هیچ جایزه ای هم به شما تعلق نمیگیره. میخوای اینو به اونا بگم؟ نه 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 نه، اونا نازک دلن آقای مجدی، طاقتشو ندارن. من قلقشونو بلدم، خودم بهشون میگم. اجازه بدید من خودم میگم. خب بچه ها، آقای مجدی خیلی از ما راضی بود. خدا جدی میگی؟ یعنی ما برنده شدیم قربان؟ آره آره، ما همیشه برنده ایم. پس جایزه چی شد آقا جان؟ همین دیگه، چون خیلی خیلی خوب به سوالاش جواب دادیم، آقای موجی ذوق زده شد، گفت که اصلا جایزه شون در سطح ما نیست بابا. برای اینکه با دلخور نشیم گفت که اون جایزه ها رو میریزن دور تا بعدن یه لقمه درست درمون که لایق ما باشه تهیه کنن و تو مسابقه بعدی حتما به ما میدن. الان همه پیش به سوی همون نیمروی همیشگی، تا همونم از دستمون در نرفته. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.